اینجا اون محدودیت داخل یا اون فرانسویت رو نداری و تو یک دفعه رها میشه در یک فضای آزادتر که بدون اون خود سانسوریه سانسورها و بعد حالا اتفاقات بعد از سانسور میتونی بنویسید. ولی همین خودش هم یک دفعه واسه خود من یک تجربه بدی بوده واقعا که در یک فضای آزادی رها میشی و بعد ممکنه از این حالا فضای آزاده تو یه چیزی رو که اطمینانی نداری به صحتش، اتفاقی که من فکر می‌کنم تو حداقل خیلی از رسانه خارج کشور ما افتاده، اون اطمینان رو نداری به صحت خبره یا به نوعی احساس میکنه که مثلا حالا چون این طرف داستانه ای و بعد در مقابل حکومت قرار داری یا حکومت تو رو ناچار کرده که اونجا رو ترک بکنه، یک موضع کاملا غیر منصفانه ممکنه بگیری. اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یکی از یعنی یه چیز مقبول مونده ای هستش که بین رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران چه داخل ایران و چه خارج از ایران وجود داره. یعنی اصلا چیزی نیستش که اصلا بهش بپردازی، اصلا در مورد زیاد حرفی زده نمیشه. وقتی اومدم در خارج از کشور کمتر دچار این محدودیت شدم، بخاطر اینکه یک ابزار دیگه‌ای به نام حالا اینترنت و تکنولوژی و سوشال مدیا اینا تونست بخش وسیعی از این خلأ رو که به اصطلاح نه تنها پوشش بده بلکه ابزارهای بیشتری هم در اختیار من قرار داد. روزنامه‌نگار کارش کشف حقیقت و اطلاع رسانی به مردم هست در مورد اون حقیقت، اما فقط رسانه کارش کشف حقیقت نیست، بلکه کارش فرهنگ سازی هم هست. مشکلی که وجود داره، درسته من با سانسور ممکنه مواجه نباشم، اما به هر حال یک سری مصلحت‌هایی وجود داره. من روزنامه‌نگار یا رسانه باید حتما فرهنگ سازی انجام بده. من نمیتوانم از واژه‌هایی که راسیسم رو تو اشاعه میده استفاده بکنم. من نمیتوانم از عکسایی که خشونت رو ترویج میکنه استفاده بکنم. اما آیا رسانه‌هایی که حالا با رسانه بزرگ که حالا کاری نداریم کوچکتر هستن، آیا اصلا مصلحتی در این باره دارن؟ میدونی این هست، این سانسور نیست، این توجه به یک سری از نکاتی هستش که روزنامه‌نگار باید بهش توجه بکنه و اشاعه بده بعضی از واژه‌های مثبت رو و فرهنگ سازی بکنه. روزنامه‌نگار تنها خط قرمزی که داره اونجا دقیقا همون مواردی است که بخشش اشاره کردید، بخش مهمش برمیخوره به حقوق عمومی، یعنی به جامعه آسیب میرسونه. در موارد دیگر هیچ خط قرمزی وجود نداره و روزنامه‌نگار باید با حفظ اون خط قرمزهای اخلاقی جامعه یا آسیب زننده بشه، حتی اونم تفسیرهای مختلفی میشه در مورد اخلاق کرده اینا، باید بره مسائل رو باز بگه. تا زمانی هم که ما رسانه مستقل غیر متکی به هم نظر منابع سیاسی هم نظر منابع مالی، غیر متکی به یکی از جریانهای به اصطلاح فعال در درون حکومت نداشته باشیم، این مشکل همچنان خواهد بود. در این یک آفت کلانی هم اینور داشت، به ویژه بعد از 88، از اونجایی که روزنامه نگاران یا یک بخشی از متولیان رسانه های کوچک خارج از کشور تصور کردن که بخشی از اپوزیسیون هست و بعد در نشست های متعددی که اپوزیسیون به منظور همگرایی داشت برگزار میکرد تحت لوای نهادهای مختلف شرکت کردند، نه اولاف پالمه رفتن، بلژیک رفتن، امریکا رفتن و بعد حالا روزنامه‌نگاران تبدیل شدن به فعالین سیاسی که هم می‌خواستن واقعیت رو گزارش کنن از ایران، هم دنبال این بودن به گمان این که خب فردای ایران یک حکومتی می‌خواد شکل بگیره و یا یک دولت در تبعید می‌خواد تشکیل بدن، دنبال سهم بودن در این و این کاملا در سوگیری خیلی از رسانه‌ها مشخصه. رسانه‌ها متأسفانه حزبی و سیاسی اداره میشن. وقتی که رسانه استقلال مالی و سیاسی نداره، خب معلومه که گرایش انتخاب خبرهاش هم مشخص خواهد. احزاب و گروه ها هم یک سری رسانه هایی دارن که البته اسمش رو نباید رسانه گذاشت بلکه بولتن هستن. بولتن های اون به اصطلاح اون گروه یا اون حزب خاص هستن که موازی اون گروه رو به عنوان ارگان اونجا میان مطرح میکنن و به اصطلاح خوراک میده به کسانی که میخوان حالا این اطلاعات رو دریافت کنن. حالا هم میتونه فعالای رسانه‌ای باشه، هم میتونه مخاطب باشه. به دلیلی که رسانه‌های کوچک یا بزرگی که در حال حاضر حالا تو ایرانی به اصطلاح فارسی زبان وجود داره، اینها نیازمند یک سری مواد خام یا یک سری آمار و ارقام هستن برای اینکه بتونن زنده بمونن، برای اینکه بتونن ادامه حیات بکنن. به لحاظ مالی نیاز به یک سری عدد و رقم دارن.
و این عدد و رقم ها متاسفانه برای اون کسانی که به حال یا فاند میدن یا اسپانسر خیلی از نشریات میشن همش عدده، یعنی زیاد براشون کیفیت قضیه مهم نیست، بلکه براشون مهمه که چند تا یک خبری یا یک سایتی ویزیتور داره یا چند تا کلیک کرده فلان مطلب. و متاسفانه به دلیلی که این پیش زمینه وجود داره و این معیار نامناسب وجود داره، خیلی از رسانه‌ها مجبور میشن برای اینکه بتونن ادامه حیات پیدا کنن تن به یک سری مواردی بدن که حالا روزنامه‌نگاری زرد اسمش. در خصوص نظام صنفیه، اینکه چرا ما در این سوی مرزها در واقع نهاد صنفی نداریم، ما داخل ایران هم نهاد صنفی نداریم، واقعیتش اینه که اینجا هم نگذاشت نهاد صنفی تشکیل بشه، و اگر هم تشکیل میشد یا اون دوره که تشکیل شد یک سری آفتهایی هم داشت. همین سیاسی کردن نهاد روزنامه‌نگاری، نه اینکه نهاد روزنامه‌نگاری نهاد سیاسی نیست، اما اینکه بخواهی در واقع تو نهاد روزنامه‌نگاری رو یا نهاد صنفی روزنامه‌نگاری رو مصادره بکنی مثل بقیه نهادهای صنفی، مثل انجوهای غیر دولتی، مثل انجمن صنفی معلمان، متاسفانه اثر بدی رو به جای میذاره. بخش زیادی از آدمهایی که دارن می‌نویسن خودشون صاحب رسانه و خودشون در مقام همکار فرما هم روزنامه‌نگارن، و خب به دلیل اینکه مرکز توزیع، من معتقدم که جامعه رانتیه با ما اومده بیرون، چون خودشون منبع توزیع منابع مالی هن، خب طبیعتا تصمیم گیرنده هم خودشون هن. باید اینو اذعان بکنی که روزنامه نگاری ایران واقعا حرفه‌ای نیست. اگر با اشل‌های بین‌المللی اینو بسنجیم، من فکر نمی کنم روزنامه نگاری ایران حرفه‌ای باشه، چون همیشه زیر سایه احزاب و گرایش‌های سیاسی و عدم استقلال مالی همیشه خفه شده. من فکر می‌کنم روزنامه‌نگارانی که از ایران اومدن بیرون فرصت‌های زیادی دارن برای حرفه‌ای شدن، حرفه‌ای‌تر شدن. می‌دونیم ما مثلا با روزنامه‌نگاری بحران آشنایی نداریم. الان فرصت خوبی هستش که روزنامه‌نگاران ما برن یاد بگیرن، ببینن روزنامه‌نگاری بحران چی هست. ما روزنامه‌نگاری حقوق بشر نداریم، نخوندیم، ندیدیم. به خاطر این موضوع هستش که حمید هم خوب اشاره می‌کنه، بلدش‌های خاصی وجود داره. بهتره که بریم یاد بگیریم، اصلا بریم روزنامه‌نگاری حقوق بشر بخونیم، بریم ورکشاپ شرکت کنیم. روزنامه‌نگاری ما در خارج از کشور با خودش رودربایستی داره، واقعا یه حالت در واقع مراد موردی درش به وجود اومده، پرهیز میکنه از نقد خودش یه جورایی. مثلا اگر آقای ایکس یا خانم ایگرگ بنویسه، من هزار تا ممکنه در واقع شعر بشه، و اگر اون یک تحلیل اشتباه بده، حتی گزارش تاریخ اشتباه بنویسه، کسی جرئت نمیکنه بهش بگه بالای چشت.